با سلام و درود احترام و تن قسمان هم در جای جای ایران و دنیا باز به بکس سر جای اولمون. روزه قشنگیه، روزه خیلی خوبی. وقتی شدت ها زیاد میشه، سختی ها زیاد میشه، مطمئنن پشتش خبر خیلی خوبی هست. من رو میدونم، عادت کردم یه پس یه عمری. این کلیپ حالا میزن راجع مثل روز هست، بعد یه کلیپ خواهم بود پشت سر این راجع به تعدادی به شازده ایراد گرفتن که آقا شما چرا لایف گذاشتی، چرا مستقیم صحبت کردی، بعضی حرفا که حالا بعد بهشون میگم. خیلی جالب، خیلی بامزه اینا، اصلا نمیدونی چقدر بامزه هستن، خیلی بامزه هستن. حالا نرخ تورم در آمریکا به بالاترین میزان در چته 40 سال گذشته رسید. وقتی هزار دلار در خونه مردم میدادن، جس میگرفتن، ما الی ما بلی ما پشمدان هستیم، وقتی پول اینجوری توضیح بشه، چه بخواید چه نخواید، چه آمریکا باشید چه جای دیگه باشید، تورم ایجاد میکند. پول بدون کار همینه، طی 40 سال گذشته بی سابقه بوده. گزارش ماهانه وزارت کار آمریکا حاکی از آن است که در ماه گذشته آوریل نرخ تورم بیش از میزانی که پیش بینی شده بود افزایش یافت. عمدتا نتیجه افزایش بهای سوخت و مواد غذایی بود. در ماه آوریل نرخ تورم سالانه در آمریکا به 8.6% رسید که بالاترین نرخ تورم از سال 1981 به بعد بوده است. افزایش قیمت کالاها باعث افزایش هزینه خانواده و فشار بیشتر بر دولت و نهادهای مسئول دیگر برای کنترل آن بوده است. از جمله اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، تصمیم بانک مرکزی آمریکا به افزایش نرخ بهره در ماه مارس بود که در واکنش با آغاز روند افزایش قیمت‌ها اتخاذ شد. خب دیگه، اما آقای محسن رضایی گنجی تو کشور ما، گنجی چی گنجیه، این واقعا سردار سوزندگی بود با چیز کار میکرد. میگه فقط دلم میخواد اسرائیل بهانه دست ما بده شما زیروش کنیم. یکی از این روزنامه ها نوشته، روزنامه فکرم جمهوری باشه، نوشته آقای رضایی دیگه باید چیکار بکنه اسرائیل که تو حرکت بکنی. مردی که خفشو برو بمیر، بچه کش، قاتل، تو به قاتل بچه خود هستی. وقت تو میخواد به مملکت نجات برسیم، پوز اسرائیل بزنیم، تو خود یه اسرائیلی تام هستی، خفشو. لاغر حرف نزدن بلد هستی که معاون اقتصادی کشور موسی رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران اظهار میزایی کرد که اسرائیل طرح خود را علیه ایران اجرا کند تا بهانه برای محو آن از روی زمین شود. نکن حسن، نکن، خیلی خطرناکی هستن. آقای رضایی در دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به تهدیدات اسرائیل گفت آنها تهدید کردند که فلان طرح را که نمیخواهم اسمش را ببرم میخواهند اجرایی کنند. ای کاش اسرائیل جرأت کرده بود و یک غلطی بکند و بهانه‌ای به دست ما بدهد تا ما او رو از روی زمین محو کنیم. همونه که زدین از مواسم زبیه بیرون هم بکنن تو صحبه سن بزن. او در باید چند اصلاحی توضیح نده، اما احتمالا منظور او اقدامات است که جلوی پیشرفت هست ایران رو به هر نحوی گرفته است. آقای رضایی در این سخن رو در حال عنوان کرد که در سال اخیر اهداف ایرانی و متحدان حکومت ایران در سوریه هدف حملات پیاپی اسرائیل قرار بودن، پیاپی اسرائیل بودن. در اغلب موارد اسرائیل رسما مسئولیت چنین اقدامی به عهده نمیگیرد. دیگه روزنامه اعتماد نوشته ایران در آستانه تورم سه رقمی و بعد توضیح داده، چند کارشناس اقتصادی بوده، ولی بعد میگه که وضعیت هر ثانیه بدتر از قبل است. ثانیه شو راست نمی درست است و این اون بهمنی است که میومد و باید اینا رو میبرد که داره میبره. تورم. خب بانک ملی اومده درستش کنه، خرابترش هم کرده. خیلی جالبه، یه بانکی رو بزنن، صندوق اماناتش رو ببرن، بانک چهار روز نفهمه. خیلی حرفه. بعد گفته که الحمدلله شعبه مجهز به سیستم تشخیص چهره بوده. عضو هیئت مدیره بانک ملی ضمن بیان اینکه شعبه دانشگاه نگهبان نداشته است، گفت شعبه سرقتی داره 8 لایه امنیتی و گاوصندوق با درهای 40 سانتی بوده. الحمدلله شعبه مجهز به سیستم تشخیص چهره بوده است. بانک 4 روز بعد متوجه سرقت شده است. بعد نمیدونم چی بگم، واقعا نمیفهمم چی بگم، نمیدونم دیگه چی بگم. پس از حمله بامداد امروز اسرائیل، قابل توجه آقای محسن رضایی، پس از حمله بامداد امروز اسرائیل، پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه دمشق
متوقف شده. سوریه تمام پرواز ورودی و خروجی فرودگاه دمشق رو تا اطلاع بعدی متوقف کرده است. مبارک میشه. آقای رضایی گوشون. خب کشور کانادا هم به اعلام کرد به شهرونداش که بیشتر بیرون نرید. اوضاع خلاصه داره بیریخ میشه و اونجا باید برسه میرسه. دقیقاً روز آخر صدام میگفتن نرید کار نکن کار نکنید. خلاصه این هم همینه. دولت کانادا تا اطلاعی از شهروندان این کشور ایرانی هم دو تابعیتی خواست از هر گسهل بیرون خودداری کنند. در ایتالیا از شهروندان این کشور خواسته شده به علت تهدید تروریست در منطقه شرط ناپایدار امنیتی و احتمال بازداشت خودسرانه به ایران سفر نکنند. آقای امیر عبداللهیان بابا تو دیگه کی بودی؟ تو دیگه کی بودی؟ موشک دوست زن داریم. آره دیدید موشکان زدیم چند سال پیش چند وقت زدیم. هر موشک با فاصله مثلا آقای ترانس 50% رفت به هر خورد. موشک نقطه زن داریم نکو بلوس خیلی برای شیطان. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جمع ایرانیان مقیم حیدرآباد هند گفت برخلاف دوران دفاع مقدس که حتی یک موشک برای پاسخ به صدام نداشتیم، اکنون جمهوری اسلامی ایران موشک نقطه زن در اختیار دارد. به همچنین گفت از حفظ دانش و فناوری هسته‌ای هیچ تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهیم آمد. شوخی میکنیم. من مجبورم که آقای همایون از جواب ندی بترسم وکیل بعد صحبت کنم. آقای همایون خیلی فکر نکن ختم روزگار از صد تا درس میده. با اون ماریزاده بعد میگم حواس جمع باشه فاصله گوش نبره که این از صد چطور درس میده. صحبت خواهم کرد. نماینده جمهوری خواهد تنیسی در کنگره با تروریستایی که به مردم ایران ظلم میکنن مذاکره نکنید. چشم. با استعفای نمایندگان جریان صدر مجلس عراق در آستانه انحلال قرار گرفته است. مبارک باشه. اصحاب رانندگان کامیون موجب اختلال در تولید خودرو در یکی از بزرگترین کارخانه خودسازی کره جنوبی شد. بر اساس گزارشات تولید محصولات شرکت خودسازی شرکت هیوندای در پی اعتصاب و کمبود قطعات به حدود نصف رسیده است. اعضای اتحادیه کامیونداران بار نسبت به افزایش قیمت سوخت اعتراض داشته و اعتصاب آنها موجب کاهش تولید در سایر کارخانه ها و همچنین کند شدن فعالیت ها در برابر کره جنوبی شده است. البته این زیرکی هم بگم که بازاری هم نیست. بازاری هم ندارم اون صورت. مردم توان خرید ندارن و حالا ایران به بحانه درستی. گزارش ها از افزایش 5 تا 10 برابری نه درصدی ها تعرفه خدمات دندانپزشکی در مرکز دولتی ایران همزمان با بحث های کنونی و تلاش برای افزایش تعداد دندانپزشکان در ایران با هدف کاهش قیمت ها گزارش ها که از افزایش 5 تا 10 برابری تعرف رسمی خدمات دندانپزشکی در مرکز دولتی ایران شده است. در روز گذشته چندین مقام بهداشتی، دانشگاهی و قانونگذار در ایران با از تلاش برای افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی رشته دندانپزشکی با هدف کاهش قیمت خدمات دهان دندان خبر دادند. قیمتی با توجه به وضعیت معیشتی فعلی در ایران به از آن فعالان دندانپزشکی موجب شده تا تنها بخش کوچکی از جامعه به این خدمات لوکس دسترسی داشته باشد. کاهش بهای نفت در بازارهای جهان در پی تشدید همه‌گیری کرونا در چین و تورم آمریکا. آخه من نمیدونم چرا باور نمیخوام بکنم که وقتی در دنیا بازار خوابیده، وقتی تولید خوابیده، وقتی تولید بکن باز بازار فروش نداشته باشیم، خب مشخصه نفت هر کاری هم بکنید خودتو جرواجر بکنید اونجا شروع بوده شما نفت همینه. نفت زمانی قیمتش میره بالا، زمانی اتفاق میفته که کشور ایران نباشند، کشور مسئول کشور مسئول حکومتی ها نفت به ثمن بحث نفروشند، چند کشوری هم کار انجام میدن و قیمت نفت همجوری میمونه. ونزوئلا هم هست، ایران هم هست، چند کشوری هم هستن. چون اینها به نون شب شما محتاجن خود حکومتی ها. به دنبال محدودیت جدید مرتبط با همگیری ویروس کرونا در چین، افزایش بیش از انتظار قیمت مصرف کننده در آمریکا، جامعه بهای نفت در بازار جهانی کاهش یافت. مبارک باشه. خب آقای رئیسی واقعا خیلی خنده داره. واقعا نمیدونید دولت رئیسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری اصلاح را به مجلس فرستاد. مگه تو نمی‌کردی؟ با چیزی نمی‌کردی حالا. نه دیگه اینا نه دیگه همه شما رنگ نه نه دیگه خودشون اینا بدون تی تعالی خودشون باختن. همه چی رفته. حالا چه مجلس میگه مردم نیروی انتظامی مردم بترسن؟ مردم دیگه خودشون دیگه پیری دیر هستن تو رفته.
گرگ بارون دیده هستن با این حرفا نمیترسن، تو خودت به ترس بده هست. شما دست نیروی نظامی اسلحه میدید توش فشنگ مشقی میذارید میترسی برای طرف خودت، یه از این حرفا گذشته. شما ثانیه ای دارید میدید سر شوی سوق رسیدید، این بازی هم دیگه جواب نمیده. خب آقای مخمرباز یه غلطی کرده، شکر بزرگی خورده، البته من نمیدونم نامش سوادی رو نداره. مخمرباز خود چه آدرسی میدونید دوستان؟ اون قاتل میگه قاتل زنش هست، زنشو کش با خواهرش ازدواج کرد و در تمام فیلمایی که از حکومت اسلامی دفاع میکنه سیاه‌نمایی رو نشون میداد. یه آدم سیاه‌نمایی بود، از این درآمد داشت. لکن چند تا فیلمساز دیگه هم بودن. این مگس میشه تو کثافت ها فیلم میگیره و میسه خارج کشور که پول دستش بیاد. خودشم میدونه چی، خودشم به خودش چند چند است. ولی تو برو زندگی تو درست کن، برو عقبت رو درست کن، برو مشکلات حل کن، برو از دخترات حلالیت رو طلب، برو کاری که باید نباقی بکن. تو افتا یه حرفا میخوا بزنی به شازم خواه بزنی ای مگس در آخر برای تنها کارش یا نمایی بود. خب اتصالات داره، اتصالات ادامه داره، باز 60 دمشون گرم، همه جا کردن دید میکنن و اون که مامورا فرار میکنن، نه که فکر کنید که مثلا چی هست، اونا نمیخوان درگیر بشن، یک بچه هم میترسن، اینا زیاده، اون دیگه به هیچ رحم نمی باشه، هیچ اهمیتی نداره. اما در کلیپ بعدی یه دی اومدن که به شازده ایراد گرفتن که شما به چه حق شما رو اومدن که چیز کردن شبکه ها مستقیم پخش کردن، به تو چه مربوطه؟ مگه تو ایرانی نیستی؟ تو رو سرنه اونا پخش کردن، شازده نخواسته که، چون اون وقتی میخوان پخش کنن حق پخش میگیرن، به شازده نده، خود چون اومدن الان موقع هست که میدن شازده رو هست، میدن شازده طرفدار تو ایران زیاد داره، میدن شازده یگانه فردش میتونی کار انجام بده. حالا شما ها خودتون چیت کردید، اونو خود در آش کردید، چون این اتفاق نیفته شما همجوری بمونید، این برای شما اسمولای زخم از ازش درآمد دارید که من در کلیپ بعدی قطعا صحبت خواهم کرد و متاسفم که بگم که مجبورم بعضی مسائل رو بگم، بعضی مسائل بگم چون شما خودتون خواستید، تقاضا کردید از من که آقا بگم. چش من هم میگم تا یک جای رعایت میکنم، ولی از بعد دیگه مجبورم بگم که بفهمید شما هیچ در شرط ندید و هیچ چیزی نیستید. خب خدمت شما هستم که علی سلاجقی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران درباره روند بارداری یوزپلنگ ایران در طرف شدن دو طوله ایران طوله این یوز مادر اصالت گفته است ظرفیت های کارشناسی داخل در فرآیند باردار ایران استفاده شده است. ببینید اینا اصلا توی کار نیستن، اینا هر کس آمده بده اصلا کار چیز دیگه بوده، یا تو اصلا تیز گورخر آوردن توی جا نگه داشتن چند یک دو سال بعد همینه همشون نر هستن، همینه توی مزدیس هم همینه و این شوشیک در فانیستید و این کار رو بس اصلا از آفریقای جنوبی کارشناس آوردن، خدا ریشتون رو بزنه که بزنی میزنه، بعد ما خود ایرانی بلد شوار بکنه. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه در افغانستان به غیر مصالحه به کابل بازگشت. صبح امروز شنبه 21 آقای عبدالله از هند به کابل بازگشت و در پیام کوتاه در توییتر خبر داد که صبح امروز دوباره برتن میشه. یکی از مخربین درجه کشور افغانستان بود. فقط به فقط خوش در نظر میگه و الی آخرها برگشتی که چی بشه من نمیدونم. طرز توزیع کیلویی نان در حال بررسی است. وزیر جهادسازانی فرمودند. مسعود ابراللهی مدیر کل بازرسی نظارت بر کالای اساسی میخواد اون کلی بفروشن که اصلا میگن کم نفروشن، آرد رو گرون کردی، اینو گرون کردی، کارگر اینو آب برق و گاز و سوخت گرون شده، چه کلی بفروشن چه دونه بفروشن. باز MPT رو مطرح میکنن دیگه اینم دیگه از این چیزی که از رده خارج شده است. آقای شهید بنده گفت خودت جمع چه شهید بری خودشو باخته، چقدر ترسیده. خب خاموشی در ایران، دبیر کل فدراسیون انرژی اولویت تامین برق بخش خانگی است برای جبران
ناترازی دنبال چه کلماتی میگم ناترازی دنبال همکاری با صنایع و کشاورزی هستیم. زحمت نکشید، خودتون خسته نکنید. خب بیام یه خبر بگم که خودت بخندید. طرح رنگ ایرفورس وان تغییر نمی کند. طرح ترامپ برای تغییر چهره هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا لغو شد. می‌خواستن تغییر بدن، گفتن هوا این چون رنگش تغییر کرده گرم میشه زیادی. بعد آقای بایدن فرمودن رنگش تغییر تا من تا دنیا درست بشه، که اون هم دیگه لغو شد. رئیس سازمان محیط زیست ایران، انتقال آب دریای خزر منتفی است. چقدر خرج کرده آقای احمدزاده، چقدر پول ریختی رفت. بارها بهتون گفتیم شما شیل گرفا نیستید، نمیتونی کارو سنجام بشه. برو کشور دیگه صد درست پول اونجا خرج میده. خیلی خوب، در خدمت شما هستم. کلیپ بعدی تو دو ساعت تقدیم میکنم. چه لود کردن این کلیپ هر 3-4 ساعت طول میکشه. شما میدونید که از لود اصلا میدونید چی آپلود کردن و تمام بشه کلیپ بعدی تقدیم میکنم. عزیز دلید، همه چی به نفع ما داره پیش میره، همه دنیا به نفع ماست، به خصوصی صحبت آخر شاهزاده دنیا رو خوشحال کرد ته دلش همشون، که این مرد میاد و اون کاری که باید بکنه میکنه و دید که آبی از این دیگه گرم نمیشه، باید خودش بیاد دست کار. ایام بکنم، روز بخوش.